مخاطبای پاپ تاک میشنون هفته پیش نبودیم توضیح بده که چرا نبودیم توی دو هفته گذشته وگاس آشورا تا سوار رفته بودی وگاس <تصفح> والا ببین نمیدونم صحرای کربلا چقدر داغ میشه ولی صحرای <تصفح> نواده از اون گمزه صحرای <تصفح> نواده که قشنگ هیچی مریض شدم دیگه گرم زده خیلی بدجوری من شده بودم این دو هفته پیش <تصفح> فکر کنم دما به سانتیگراد مثلا میشه دور بر 45 46 درجه او او. بعد ببین چون رطوبت نداره توی وگاس گرم و خشکه خب و من برگشتم خونه یعنی که مثلا صبح بیدار شدم من همیشه یه یه چی میگن ترفندی برای خودم درست کردم که ببینم مریضم یا مریض نیستم نمیدونم فکر کنم این اوکی باشه برای همه من چشم و میچرخونم اگه ماهیچه های چشم خیلی درد بکنه من میگم که یه, یه مشکلی هست الان تو بدن من او... دیدم که ماهیچه های چشم خیلی سنگینه بعد ببین مثلا بعد یکی دو ساعت احساس کردم که پاهام خیلی داره سنگین میشه اشتهام به،, به کلی همین واقعا اشتهام اوه، اوه. به کلی از بین رفت هیچی اصلا نمیخواستم به غذا دیگه نگاه بکنم هیچی یه مثلا رفتم یه خورده مطالعه کردم که مشکل از کجا داره میاد که فهمیدم این علائم گرمازدگی شدیده گرمازدگی آره او. دوغ اولی پیشنهاد کنم شما دوغ اولی اونجا گیرت هم میادش آره واقعا دوای هر دردیه دوغ اولی گازدار یا بیگاز آقا گازدار دوغ اولی اصلا بدون گاز داریم فکر کنم باشه بدون گازش هم فکر کنم هست ولی شاید هم راست میگی فکر کنم هستش مم. ولی نه واقعا دو خیلی کمک میکنه کلا چه نوشیدنی خونکی در تابستون میخوری ببین من چیزهایی که از همه بیشتر میخورم من تو آب یخم مثلا لیمو میچکونم یه خورده مثلا با لیمو قاطی بشه هره. سعی میکنم خیلی نوشیدنی پر شکر نخورم تلاشی که من میکنم این... بدتر... <تصفح> بدتر چیز میشه تش نمیشه بعد هر از گاهی آبجوی خونک میخورم نمیدونم این به 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 آره آره ولی اینا اصل بهنوش اینجا خور بهنوش آره من چیز خیلی دوست دارم من لیموناد و محیط خیلی خوبه بعد جدیدن چیز میگیرم الان تو این هست آلوه با اینکه <applause> شیرینه ولی بعد از شام این شیرینیش کمک میکنه کم از من بشه غذا و خونکم بشه تو معمولا شبات ساعت چند شام میخوری؟ هشت و نیم حتی از زودتر از وقت هفتم میخورم من دارم این عادت رو کلن تو خودم به وجود میارم که شاممو قبل هشت دیگه بخورم تموم بشه بره بغلاده است الان چند میخوری؟ ببین روزایی که مثلا من ورزش میکنم و همه چی منظمه من دوروبر مثلا دیگه هفت هفت و نیم مشغول شام خوردنم عالیه ولی حمید مثلا موقعی که حالا مهمونی است و حالا هر شرایط یه جوری متفاوته موقعی که من شام دوروبر ده یازده شب میخورم دهنم سرویس میشه تا صبح ببین من دقیقا دیشب همین مشکل داشتم امروز گفته گفتم اتفاقا دیشب دیر شام نخوردم بعدی زیاد خورم خیلی گرسنم بودش و تا سه صبح من نمیتونستم بخورم باجه بودش خیلی بحشنه خیلی اذیت میکنه میده رو همین من گرم و زده شده بودم ولی از اونور توی اتفاق خوب افتاد تو اتفاق خوب تو زندگی تو افتاده مم. من امو شدم <applause> 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 برای بار چندم آم. پنجم امو شدم و این چند وقته واقعا احساس نکن قلبم خوشحاله خیلی خیلی لذت دخشه اینقدر بانمکه که تو هم من تو مثل هم بودیم چهار بار عمو شده بودیم من هفته گذشته تونستم رکوردتو رو بزنم آنو پنجمی آره من م... تو هم سنت کم بودش وقتی امو شدی درسته اولین او بار چند ساله؟ بود؟ سالم بود اولین باری که امو شدم منم همون قدر بودم آره فکر کنم من آره. من هم امو هم هم دایی دیگه بعد منم هم اینطور آره. دقیقا کلن... پسر و دختر داری آره. کلن دایی با حال من اره با... من دوتا امو هم دوتا دایی در من دقیقا همینه دقیقا هم آه. الان الان یه یعنی پسر جدید اومده ست تا پسر شدم <تصفح> آره اوکی okay, آنو آره. بریم توی فیلم صحبت کردن نه این قسمت من خیلی براش اشتیاق دارم اصلا قبل از اینکه شروع بکنیم تو دلم هی قنداب میشد چون من خیلی منتظر بودم بالاخره موقعیتش پیش بیاد که ما بریم در مورد مال هالند درایو صحبت بکنیم باقلاده دقیقا این قسمت من و فیلم ده هشتاد دیدیم یه کالت مووی به نام The Last Boys از بعد آرنو no, سیزن چهار The Boys رو دیده دو تا بویز داریم The Boys رو دیده و بعد فیلم کلاسیک این هفته مال هالند و دیوید لینچ رو صحبت میکنیم برای هفته بعد میریم سراغ سینما مکزیک برای فیلم کلاسیکی که uh, در نظر داریم و اونم اولین فیلمه, Cuaron, Gravity, Roma, و uh, uh, فیلم الفانس کوارون کارگردان گراویتی روما چیلدرن آف من و فیلم اولش اگه اشت... این همیشه من اسمش اشتباه میگم یی تو ماما تنبیان درسته یی تو ماما تن... یی تو ماما تنبیان ماما, تن ای... ماما تن که... میشد your mother too اه... میشه می همچنین مادر خودت همچنین مادر تو آره. 2001 <applause> 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 این فیلم شاهکار اولین فیلم الفانس کوارام بودش در مورد این صحبت میکنیم یه فیلم از مایکل من قراره ببینیم 2005 اگه اشتباه نکنم می وایس هستش آرنا دیده بوده اینا قدیم ولی من تا حالا ندیده بودم اینا خیلی لذت بردم در مورد این صحبت میکنیم و من چیز رو دیدم که هفته بعد صحبت می‌کنیم. The First Omen یه فیلم هارر جدید که در از پریکویل اومن قدیمی هست که اتفاقا جالبش اینجاست که تهیه کننده Last Boys کارگردان اولین اومن بوده م. که که مخواهیم صحبت کنیم اینا صحبت میکنیم و حالا با سیزای جدیدم بود در مورد اونم صحبت می‌کنم. پس اینا برای هفته بعد ببینید کامنت برای ما بذارید این قسمت هم کامنت هم میخونیم و دیگه همین هست همه چی گفتم همه چی گفتی بریم قسمت رو شروع بکنیم همین آره بریم در مورد Lost Boys صحبت کنیم از جول شماخر 1987 یه توضیح آرنو بده در مورد فیلم این فیلم داستانش در مورد دو تا برادره و حالا و مادرشون که وارد شهر جدیدی میشن توی کالیفرنیا و این دوتا برادر که جفتشون هم تینیجرن متوجه میشن که این شهر مثل بهشت خوناشاما شما میمونه و اتفاقاتی که داره اونجا میفته چیزایی که اینا هی رفته رفته بیشتر باش آشنا میشن ولی همه نگاه همه اتفاقا از نگاه دو تا برادر تینیجر که خب مسائل حالا سن بلوغ قاطی میشه با مسائلی که در مورد اون جامعه و اتفاقات اون شهره همین اگه یادت باشه چند وقت پیش من یادم نمیاد کدوم که از طرفدارامون بود یکی کدوم که از دوستای پاپکورن تاک بود که برای ما کامنت گذاشت و گفتش که از جول شماخر فیلم ببینی یادته؟ <تصحیح> 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 که, که حالا ما از جول شماخر بالاخره فیلم دیدیم و اگه اشتما نکنم این دومی یا سومین فیلمی بود که من از جول شماخر دیدم من <تصحیح> بتمن رابینش رو دیده بودم اگه اشتباه نکنم آره. میلیمتری رو دیده بودم 8 ام, ام رو دیده بودم و این هم سومین فیلم بود همین یه سوال فون بوت رو دیده بودی تو؟ کدوم فون بوت م... 2002 نه من فون بوت رو ندیده بودم آه اون فیلم خیلی باوالیه کنم کلش توی یه دونه چیز اتفاق میفته یه نه باجه تلفن اتفاق میفته آه. آره منم اینا رو دیده بودم من نمبر 23 هم دیدم که فیلم جدی هستش که چیز با جیم کری بازی کرده و خیلی فیلم های خوب داره باید بیشتر بیشتر عجب خیلی فیلم های گیشه ای باحال سازی بوده من خدا 2020 هم مردش آخرین کارش هم یکی قسمت های هاوس کاردز رو کارگردانی کرد چه چیزی همین بگم وارد بحث بشیم موقعی که من داشتم لاست پایز رو میدیدم پسران گم شده رو داشتم میدیدم بغیر از اینکه فیلم خیلی فاز دعیه هشتادی داره حالا چه نظر نوع نگاهش نسبت به سینما چه تو زمینه فشنشون چه تو زمینه جملاتی که میگن همه چی دیگه اوج دهه هشتاده مزیک. یه چیزی که من یه خورده تعداد تاثیری قرار گرفته بودم و حالا هر چی که فیلم بیشتر جلو میرفت بیشتر این قضیه رو ستایش میکردم به نظرم کارگردان های دهه هشتاد دهه هفتاد به هشتاد خیلی سعی میکردن کارشون تا یه حدی شبیه کار بقیه نباش تا جایی که میتونستن و برای اینکه به این هدفشون برسن حالا تو زمینه فیلم برداری تو زمینه استفاده کردن از داستان استفاده کردن از سکانس های اکشن سعی میکردن نوآوری بکنن چیزی که توی لاست بویز من خیلی برام جالب بود این بود که سعی میکردن چجوری اتفاقات درام و اکشن و حالا مثلا یه خورده کمدی رو بیارن از نگاه بچه های تینیجری این قضیه رو نگاه بکنن که به نظر من یه میکس خیلی جالبی بود آره دقیقا جا داره اشاره بکنیم که پرودیسر این کار ریچارد دانر هستش ریچارد دانر یه فیلمی کارگردان یه فیلمی هست که توی پاپ کورن هم راجع صحبت کردیم به خیلی شبیه به The Last Boys هستش و اونم The Goonies هستش اون فیلم هم در مورد یک سری ببین این فیلم ها فیلم های ماجراجوی نوجوانی هستش Teen Adventure که من خیلی دوست دارم این سبکو و توی دهه هشتاد خیلی اینا وجود داشتن و شاید یکی از بزرگترین پایه گذارهاش استیون سپیلبرگ بود ایتی کلوس اینکانتر همه اینا خیلی uh, uh, تاثیرگذار گذار بودن uh, uh, کتاب استیون کینگ هم توی اون دوره اومدش که خیلی متکی به اینا بودش مثل, هم مثل ایت مثلا به طور مثال و <coughs> گونیز هم اینجوری بودش که ما حالا بیشتر این چند تا بچه ها دنباله مثلا نم پایرت uh, دوزدار یا یا اینا بودن این خوناش بودن سپیلبرگ مثلا آدم فضایی ها بود و خیلی جالبه هر کدومشون یه هیولا یا یک چیز مهم پاپ کالچری ده هشتاد رو بررسی میکنن لاس بویز هم همینجوری بودش الان خصوص که لاست بویز تو ده هشتاد یه سبکی رو افتاده بود یه مدت که خیلی هم خوب میفروختش و محبوب بود و اونم خوناشامی نوجوانی بودش مثلا اینترویو بوده به امپایر اینا که مخصوصا دخترها خیلی دوست داشتن و یکی از دلایل موفقیت دل لاس بویز این بودش که یه سری پلاس پسرای خیلی مثلا نه سکسی و خیلی هات و اینا داره و دخترها اون زمان میفتن خیلی حال میکردن لاست بویز رو میدیدن سر همین هستش اون قدی اصلا تا دقت بکنیم دختر توش وجود نره در حالی که بیشتر برای این واقعا دخترا ساخته شده ولی فیلم خیلی سرگرم کننده ای بودش یعنی این یه از اون فیلم هایی بودش که من همیشه خواستم برم سراغش چون خیلی فیلم کالت معروفی هستش و خیلی هم در مورد شیده بودن الان خصوصی آهنگ خیلی معروفی هم داره The Last Boy Last Boys برای Cry Little Sisters جرارد مکمهن هستش و که مرلین منسون یک کاور فورد زیباتر از روی این آهنگ رفته ولی خیلی فیلم سرگرم کننده ای بودش و حالا خیلی با ومپایر اینا نادش همونجوری که گفتی خیلی من دقیقا چیزهای کالچرال هشتاد فشن ده هشتاد و لباس بشیدن ایجر میوزیکشون دقیقا اون تیکه هایی که مینداختن و همه اینا توش وجود داشت دقیقا مثل فیلم های دیگه اون زمان من داشتم این فیلم می میدیدم یاد یه سری خاطرات افتادم به من مال بچه در هشتاد نیستم ولی فرهنگی که teenager های بچهای دهه 80 تجربه میکردن خیلی نزدیک به 90 نزدیک بودش. به ببین 70 و شست خیلی شبیهن 80 و خیلی شبیه یه چیزی که توی این فیلم مثلا من داشتم میدیدم هی لبخند به لبم می آورد یه فرهنگی بود همین که من تقریبا مطمئنم که ما یعنی آدمایی مثل من و تو آخرین نسلی بودیم که اون رو تجربه کردیم و اونم این که کل مثلا خانواده یا آدمایی که توی خانواده و دوست دوستای دورو بر هم دیگن علاقه من بودن که با هم بشنن تلویزیون نگاه بکنن که مثلا دقیقا. که مثلا میگم حضور تلویزیون توی خونه خیلی چیز مهمیه چون یکی از منب های اصلی سرگرمی بود که مثلا میگم حالا فیلمی که قرار پخش بشه VHSی که همه دارن بیان همه دوره هم جمع بشن و بخوان نگاش بکنن این فرهنگ و این کلا نگاه نسبت به سرگرمی چیزیه که فکر کنم رسما دیگه وجود خارجی نداره دقیقا حالا اون زمان تلویزیون و حالا اون به صورت گستردش اون زمان دقیقا برای نسل ما بودش مثلا می شدن تنز می دیدن و ورزش ها شروع شد پخش شدن از تلویزیون و خیلی خیلی تاثیر بودش و این این دقیقا توی مثلا 80 90 توی فیلم ها اینام دیده میشه یه چیزی که خیلی توی این فیلم ها مهم هستش بازیگرایی که انتخاب میکنن چون بازیگرایی که انتخاب میکنن کم سن هستن اون کاریزمایی که وجود میاد خیلی حرفه و سر همین هستش که مثلا اسپیلبرگ ریچارد دانر اینا زمانی مثلا کریس کالومبوس اینا همه مثلا کارگردانه بودن که بس سر نوجوونا بود اینا رو استخدام میکردن با توجه به آگاهی که دارم مطمئنش هم کار خوبش مثل هری پاتر نمیدونم تمام این مثالایی که گفتیم تا الان از این گروه در میمده همشون هم به هم دیگه کمک میکردن و توی لاس بویز هم بودش از این این شخصیت تینیج خیلی بازیگراشون بار بودن اما نظر من مثلا جا داشتش یکم بیشتر بشه یک تعدادشون و اون ارتباط بینشون بیشتر نزدیکتر باشه بعضی وقتا نسبت به هم خیلی دور بودن که البته داستان یه جور دیگه ای هستش که روی اون خوناشام ها و روی اون برادر بزرگی و نام خیلی تمرکز داره سر همین خیلی شد طولانی در می فیلم در فیلم یک ساعت و 37 دقیقه واقعا سرگرم کننده برای مدت میخواستم دقیقا به همین نکته اشاره کنم این فیلم حالا مثلا با معیارهای دهه 80 من فکر کنم یه فیلم با حالا مثلا مدت زمان مناسبه ولی اگه اینو با فیلم های 2000 رو مثلا 24 مقایسه بکنی فکر کنم خیلی کوتاه به نظر فیلم کوتاه هست من حساب میاد دقیقه همین یه چیزی که من در مورد فیلم های دهه 80 حالا مخصوصا اواخر دهه 80 یه خورده دلم براشون تنگ میشه دقیقا همین قضیه است اینی که فیلم ها امروزه همشون سعی میکنن دو ساعت و نیم سه ساعت رو باشن به ببین برای من مقابل قبوله ولی هر چقدر که فیلم تو طولانی تر بکنی باید تدوین تو بهتر بکنی چون مثلا ریتم فیلم باید خوب در بیاد فیلم های دهه هشتا چون اکثرا دوربره همون یک ساعت و نیمن کار تدوین تا یه حد زیادی آسون تر بوده و خب حوصله مخاطب هم کمتر سر سر این قضیه دیگه یعنی یه میکس و بالانس خیلی خوبی بوده ولی امروز انقدر که تدوین کار سختی شده موقعی که ما یه فیلم با ریتم خوب میبینیم کلی خوشحال میشیم که او ایول بالاخره یه فیلم سه ساعته با ریتم خوب درآوردن دقیقا دقیقا کاملا درسته The Lost Boys uh, 1187 از اون کالت های بالی هستش که اگه Stranger Things, Goonies, E.T. اینا دوست دارید به نشک اینا هم دوست خواهید داشت آره چند میدی به این فیلم؟ به من سرگرم شدم به نظر من یه فیلم واقعا سرگرم کننده در هشتادیه و, و همون انتظایی رو ازش داشتم که بعد از دیدن ده دقیقه اولش فهمیدم یه فیلمی که مدلش تینیجری در هشتادی با, با تم ومپایر من به این فیلم نمره قابل, قبول هفت و نیم از ده میدم خیلی خوبه من امتیاز هشت از ده رو دا لاست بویز میدم و بعد از لاست بویز میریم سراغ سریال The Boys که جالبش اینجاست که <coughs> این سریال زمانی که اومد تا سیزن سه من میدیدم و آرنو نمیدید الان که سیزن 4 اومده من سیزن چهار رو ندیدم و آرنو سیزن 4 رو تموم کرد درست میگم تموم شده سریال سی... نه؟ سیزن 4 تموم و... شد خیلی اه... الان مشتاقم نظرتون را راجع به سیزن چهار بدونم علل خصوص با توجه به این موضوع که خیلی من چیزای بدی شنیدم در موردش گویا خیلی بسیاری دوست نداشتن این سیزن رو و همین جوریش من یه نمه چی بهش میگن اونقدری علاقه ای و چیزی نداشتم که برم مثلا سیزن جدید The بویز رو ببینم و سر همین این صحبت هایی هم که تا به حال شنیدم که میگن خوب نیستش ممکن حالا اشتباه هم باشه اونجا شدی که اونقدر بچسمم به سیزن دو مدمن خودم و لذت شد بگو آرانو سیزن چهار چطور بوده و یک کلیتی راجبش بگو این چیزی که تو گفتی خیلی جالب بود اتفاقا تو فکر کنم همش یک سال یک سال وامیستاری تا سیزن جدید بیاد و خب یه فاصله های همیشه نسبتا طولانی هره. می افتاد من کل این چهار تا سیزن رو فکر کنم تو کمتر از مثلا دو ماه دو ماه نیم دیدم یعنی که همش پشت هم بود تقریبا برای من یه چیزی که همین من احساس میکنم The بویز توش خیلی خیلی موفق بوده این بود که تو سیزن یکش اینا یه دنیایی رو معرفی کردن که دقیقا یعنی هر کاری که توی مارول میکنن اینا نمیکنن اینا دقیقا مخالف اون رو در نظر گرفتن گفتن که ما میریم سراغ یه سری ضد قهرمانی که سوپر هیرو هن و اینا تاثیر میزنن روی جامعه اینا تاثیر میزنن روی سیاست تاثیر میزنن روی مردم و این اتفاقا و اون کاراکترهایی که ساخت انقدر تازه بودن انقدر جذاب بودن که سیزن یکش کوبنده است سیزن یک فوق العاده است سیزن دو ادامه ی این قضیه رو میره که به نظر من تمام نقاط قوتی که اینا تو سیزن یک داشتن شخصیت که درست کرده بودن اتفاقات ارتباط, ها... ارتباط هایی که این شخصیت ها با هم دیگه دارن حالا مثلا یه سری عشقی که وجود داره اینا وارد سیزن دو میشه و سیزن دو هم اتفاقا خیلی من به نظر من یکی از بهترین سیزن های این سریاله اتفاقات رو خوب پوشش میدن اه... تا جایی هم که تونسته بودن اکشن های جالب داشت سیزن دو عالیه همین مشکلات من با سریال The Boys از سیزن سه شروع میشه که سیزن چاری که تازه تموم شد به نظر من باید تمام اشتباهاتی که سیزن سه کرد و اینور باید جمع می کردن که به یه سری مشکل خوردن ببین من خب دورادور دور همیشه دنبال می کنم سوشال می را هی به سیزن چار هی برچسب ووک و اینا می چسبوندن که می سیزن چار خیلی ووک شده می خیلی دیگه زیاد از حد دارن یه سری حرفای سیاسی می زنن. نظر من اینه ببین اینا حرفای سیاسی و این چیزها رو از سیزن یک داشتن میزدن مشکل سیزن چهار اینه که شخصیت ها همین زیاد شدن و از اون برم یه اصطلاحی که به کار برم بهش میگن پلات آرمر یه دونه سپر داستانی گذاشتن جلوی چند تا شخصیت اصلی و من بیننده دیگه میدونم اتفاقی برای اینا نمی افته و و هیچ ترسی از خطر دیگه تو این سریال ندارم. توی سیزن یک و دو تو دائم هی میترسیدی که قراره اتفاق بد بیفته، چون میافتاد کاراکترا کارهای خطرناک انجام می ولی الان انقدر که همه وارد یه سری داستان جانبی شدن که به نظر من همه هر چیزی که سیزن یک و دو رو خوب کرده بود، تو سیزن چهار ازش دور شدن و دارن یه سری داستان های دیگه میدن میگن که همه و همه اینا من رو اونقدر راضی نکرد این فصل جدیدش فصل پنج فصل آخر خواهد بود درسته؟ درست. آیا اشتیاقی داری برای دیدن اون فصل؟ ببین من کلی وقت صرف کردم یعنی من چهار تا سیزن تا الان دیدم هر قسمتم بودم فکر کنم یک ساعت باشه من قطعا سیزن پنج رو میبینم ولی با نوعی که اینا فصل چهار رو بستن با اتفاقاتی که توی این س... توی فصل 4 افتاد من الان خیلی اسپویل نمی کنم یه سری از اتفاقات سیزن سه داره میاد مثلا میگم یکی از مهمترین شخصیت هایی که تو توی فصل 3 معرفی میشه یه پسریه به نام رایان که پسر هوملندر کاراکتر کاراکتر بد داستان توی فصل چهارم هست و الان پیچیدگی داستان یه جوری شده که من همش فکر می کردم که قرار یه سری اتفاق بیفته که حداقل چند تا کاراکتر جانبی دیگه وارد سیزن پنج نشن ولی این اتفاق نیفتاد و خیلی از داستانهایی که از سیزن سه باز شده بود همهشون افتاد الان تو سیزن آخر که سیزن آخر اینا رو داستان رو بخواد ببنده همین این اتفاقات چاید یه خوره بی رفت باشه ولی منو یاد گیم آف ترونز بیندازه گیم آف ترونز هم این اشتباه رو کرد و سیزن آخرش خیلی مشکل داشت آره دقیقا این که خیلی سیزن میذارن بسید لعنتی به از سریال ها نه تنها میذارن برای سیزن آخر تو همون سیزن آخرم هم میذارن برای قسمت آخر اشتباه خیلی <applause> <اشتبه>. یه, <applause> یه قسمت بیشتر نمونده اینا همه سوال مونده تا قسمت آخر عملا باید یه اپیلاگ باشه که خیلی ترتمیز همه چیز جزئی رو ببنده آره ولی حالا در آینده میرم سو در, در یه بحثی که میمونه این که دو بویز کلا سریالی است که برای سرگرمی و اینا شده. سرگرم کننده بودش آیا این سیزن ببین نمیگم همه قسمتاش سرگرم کننده است ولی یه سری قسمت واقعا سرگرم کننده داره مشکل همید از اونجا میاد که تو انتظار داری کیفیت چیزی که توی فصل یک و دو دیدی دی و تا حدی فصل سه اه. تو فصل چهارم ببینی که من متاسفانه راضی نبودم سر یه سری از سر این توضیحاتی که من دادم ولی در, ولی در کل من فکر کنم اگه طرفدار این سریال باشی و اون شخصیت ها و دنیا رو دوست داشته باشی احتمالا با فصل جدیدم حال بکنی حداقل حداقل سرگرم میشی در نه حالت عادی میدیدم ولی میگم باز اشاره این مدمن به قدری زیبا و جذاب هستش که فیلم دیدن هم مختل کرده برای من چه مثل سریال دیگه یه, رو بکنم. یه خورده همید بگو الان سیزن دوی مدمنی آره الان تقریبا آخرهای سیزن دو مدمن هستم و لعنتی همین جوری بهتر و بهتر و بهتر داره میشه و چقدر معتاد داستان هر کدوم این کارکتر رو آدم چه چیزی تور رو از بیشتر تاثیر قرار میده توی مدمن حالا چه چیزهایی تو رو خیلی تر تا تاثیر قرار میدن ببین همه چی هستش واقعا ولی مهمتر از همه نویسندگی بینقص و عمیقی که داره از میگم واقعا من سریال تموم میشه راجع به شخصیتاش فکر میکنم میگم این چیکار میکنه او این رفتار انجام دادش مثلا اون اگه بفهمه بهش بر میخوره این چیزی هستش ای واقعا داستانگوی این واقعا داستانگویی اینجوری باید باشه انقدر آدم درگیر کنه و وقتی مدمن من دارم میبینم واقعا تمام تمرکزم روی داستان هستش و هر کسی هر کاری انجام میده میگم اوکی این رفتار روی اون یکی شخصیت الان چی می... چه تأثیری میذاره و انقدر هوشمندانه و در این حال احساسی میره داستان جولی که واقعا آدم لذت میبره به غیر به مثلا چه شخصیت های دیگه خیلی برات عزیز شدن آه. الان آه, آه عجب شخصیتیه عجب شخصیت عجیبیه ام... <تص> واقعا همشون جذابه اصلا نمیتونم بگم هر کدومش اینقدر عمیق یه قسمتی رسیده بودم که دو تا قسمت قبلی بودش که دیدم که یکیشون نویسنده هستش توی دفتر بعد همه مثلا مسخرش میکردن و اینا و این شخصیت هست که نمه انگار میخوره بهش گی باشه یه من داستانت خوندم خیلی هم خوب بوده جدا بعد دعوتش میکنه خونهشون بعد زنش هم هستش بعد متوجه میشیم که این علاقه یارو به مردها هست نه خیلی عمیق بود اون شامی که داشتم ما هم میخورده. خیلی جالب نه عالیه آره. بعد من عالیه صبر ندارم تموم بکنی همین سریالو ولی خوبه با سرعت خوبی داری پیش میری سیزن دور رو داری تموم میکنی عالیه آره خیلی خوبه اوکی okay. <coughs> این از دب... آه، آه، چه امتیازی میدی به سیزن چهار The بویز؟ من به سیزن چهار The بویز نمره شیش و نیم از ده میدم اوه او. پایین آقا پایین امیدوارم که جمعش کنن درست سابی جوری آنو بریم یه سراغ فیلمی که خب <تصحق> <مشت> که این فیلم رو هر بار که میبینم یادم اولین بار مثلا شون زعیب ده سالم بود دیدم نا. No. هر بار میبینم تموم که میشه میگم این فیلم نقص نداره یعنی کلمه پرفکت یعنی بدون نقص واقعا چیزی است که اولین چیزی که واقعا هر بار این فیلم رو میبینم تموم میشه توی ذهن من میادش آنه مال هالند درایو 2001 به نویسندگی و کارگردانی دیوید لینچ داستان پلات فیلم رو تعریف میکنی که با فیلم. ما سعی میکنیم در بخش اول بحثمون خیلی حالا کلی صحبت کنیم ولی بعد میریم سمت یعنیم اسپویل کردن مارد. و اینا به خاطر اینکه چون درخواستم کرده بودن توی پاپکورن که بیشتر معنی که حالا مثلا میگیرید از فیلم رو هم راجبش صحبت بکنه داستان این فیلم در مورد داستان فیلم اینجوری شروع میشه که یه ماشینی توی خیابون مال هالند توی بولوار مال هالند تصادف میکنه و یه خانومی از این ماشین میاد بیرون ولی به خاطر ضربه‌ای که خورده دچار فراموشی شده و این خانوم به صورت تصادفی وارد یه خونه ای میشه که اون خونه اه شخصی که واردش قراره بشه یه دختر بازیگر جوونی که از کانادا اومده و امش فکر کنم اجازه بهش داد که بیاد توی این خونه ساکن باش تا حالا تو خودت برای خودت خونه پیدا کنی کار پیدا بکنی یعنی همزمان دو تا خانوم جوون وارد خونه میشن که یکیشون قرار توی لس آنجلس توی هالیوود بازیگر بشه اون یکی کسیه که حافظش رو به کلی از دست داده و این دو نفر همزمان با هم دیگه داستانشون قراره جلو بره که یکیشون قراره بفهمه که کیه اون یکی قراره که توی هالیوود اگه بتونه وارد عرصه سینما بشه این نمیدونم همین تا چند بار این فیلم ای دیدی ولی اگه اشتباه نکنم این بار سومی بود که من این فیلم رو میدم یعنی منم مثل تو دفعه اول تینیجر بودم بعد فکر کنم دور بره مثلا 7 سال پیش دوباره دیدم و این دفعه دفعه سومی بود که من میدیدم ژانر این فیلم ژانر درام رمزالوده و بازیگرای اصلیش هم نا... نایومی واتس لارا هرینگ و جاستین ثروانس، آ... ثروکس هستن این سه نفر بازیگر اصلی خب تو خود در مورد نویسنده و کارگرانش هم گفتی من یک کوچولو حرف میزنم در مورد اینکه اصلا چی شد این فیلم ساخته شد بعد حالا میتونیم با هم یه خورده بیشتر بحث بکنیم داشتم یه مصاحبه میدیدم از دیوید لینچ مال هالند درایو اصلا قرار نبود فیلم سینمایی باشه مال هالند درایو قرار بود که یه سریال سپیناف باشه برای توین پیکس سریال مهمه که دیوید لینچ ساخته بود ایا. ولی حالا به خاطر مسائل مالی و اینی که اونا گفتن که ما نمیتونیم این پروژه رو قبول بکنیم و اینا سریال ساختن کنسل میشه و دیوید لینچ تصمیم میگیره که این سریال رو تبدیل بکنه به یک فیلم سینما یک فیچر فیلمش بکنه که تیم مصاحبهش خیلی بحال گفتش که من اصلا نمیدونستم چجوری میشه سریال رو فیلم کرد داشتم مدیتیشن انجام میدادم وسط مدیتیشن فهمیدم که اصلا فیلم رو باید چجوری ساخت تمام قسمت های مهم داستانش اومد تو ذهنم و دیگه از اون به بعد همه چی بر من آب خوردم بود چون همه چی رو تو مغز خودم میدونستم چه اتفاقاتی بیفته همین دیوید لینچ عاشق خواب رویا کابوسه این از فیلم اولش تا فیلم هر فیلمی که میسازه تم رویا و کابوس بسیار زیاد به شکلهای مختلف تو فیلماش میان مال هالند درایو به نظر من یکی از نمونه های خیلی خوب کل تاریخ سینماست که ایده و نگاه نسبت به رویا کابوس و عذاب وجدان رو وارد و داستان میکنه یا من, من زیادی مقدمه گفتم دوستم توی خورده حرف بزنیم نه کاملا درست گفتی این وسط یه چیزی من همین الان فهمیدم بانی ارند یه بازیگری هستش که توی فیلم های نقش اون نان ترسناک داره دیدیش دیگه من نمیدونستم بانی ارنس که نانو بازی کرده اون زن ترسناکه که اینجوری از کنار دیوار میاد توی مال هالند درایو چیز عجیبه همین الان اینا میاد ای بانی ارنس او تو کاراکترش بم هستش همونجوری که دقیقا گفتیم مال هالند درایو یه چیزی در مورد لینچ بگیم این که اه لینچ اه بعد از حالا فیلمایی که ساخته یک واژه‌ای به نام لینچین را افتادش یعنی فیلمایی که شبیه به لینچ بود لینچین بهش میگفتن و واقعا قبل و بعدش بعدش که اومدن بسیاری ولی قبلش اون چنین چیزی وجود نداشتش که یه نکته جالبی رو یه مصاحبه داشتم هفته پیش با ملبرکس کش گوش میدادم یه نکته خیلی جالبی رو گفتش ملبرکس عجیب من نمیدونستم تهیه کننده الفنتمن دیوید لینچ من نمیدونستم اینو که این همه کمدی درست میکنه بعد اتفاقا هم کسی که باش مصاحبه میکنه میگه کمتر کسی میدونه چرا انقدر زیاد در موردش نی از قصه میکردم اسمم زیاد توی اون نیاد چون میگم من همش فیلمایی که درست میکردم کمدی بودش بعد مثلا یهو میوم روی الفنت من لا یه دید دیگه ای داشتم میرفتم یه فیلم لینچ میده مل بروکس گفتش که من اولین بار ایریسر هد اولین فیلم دیوید لینچ رو دیدم بعد می گفتش خیلی جالب بودش که در این این که فیلم ابسترکت بودش خیلی فیلم رمزالودی بودش در این حال فوق العاده گویا بود داستانی که داره گفته میشه و من همه چی رو فهمیدم در حالی که بسیاری اگه میخوان همچین فیلمی می بسازن خیلی گنگ و بیمعنی و حالی شلخته در میادش همون سر همین خیلی چیز شدم به لینچ پیش دادم که الفنت من کار کارگردانی کنه که ساخته و چنین چیزی دقیقا حالا میشه گفت در مثلا بهترین فیلم دیوید لینچ مال هالند درایو مثلا میشه گفت توی این فیلمش بسیار زیبا دیده میشه اینکه در عین اینکه خیلی رمزالود و خیلی متکی به تعبیر بیننده هست و هر کسی برداشت خودش رو از این داستا داره ولی فوق العاده گویا هستش یعنی اینجوری نیستش که من منم دقیقا مثل تو بار سوم بود که دیدم اصلا اینجوری نبودش که مثلا جایی ببینم میگم این یعنی چی من نفهمیدم میبینی اذیت کننده بشه هرچی من یکم دقت میکردم و عمیق بهش فکر میکردم که آ اینجا این به این وصله اینجوری مثلا همین یه بازی بسیار زیبایی آدم با فیلم شروع میکنه که هی فیلم سر, نخ میده و تو هی یه مفهومی رو میفهمی وقتی فیلم تموم میشه همه اینا رو میچینی کنار میگی عجب تجربه لذت بخشی بود دیدن این فیلم و ممکنه بار دوم ببینید یا دیدت عوض شو و جالبش اینجاست که هر کسی میبینه یعنی الان من با توجه به بار سومی که دیدم حاضرم قسم بخورم که تعبیر من تعبیر درسته و تعبیر تو ممکنه 180 درجه فرق بکنه با من و تو هم همینجوری میگی نه میکنه چرت نگو به نظر من اتفاقا اینجوریه و همین باعث میشه که یک فیلم انقدر جادویی بشه و تو هفته پیش گفتی نقاش سینما واقعا توی نقاش مدرن که میایم خیلی کار ابسترکتی که میبینیم بیشتر متکی به احساس هستن و اگر با توجه کم با آگاهی کم روبرو رو بشیم با این نوع آثار هنری که فوق العاده هستن میگیم که این چه چرت و پرت این چه رنگ اینجوری پاشیده روی بوم مثلا معلوم نیست یعنی چی در حالی که واقعا اون کسی که یک نقاش حرفه‌ای باشه یک هنرمند فوق العاده باشه کلی وقت گذاشته این تونالیته با این چه فرقی میکنه اینجای قاب چه شکلی باید باشه اینا وقتی که اون تابلو رو میبینید یک احساسی میگیرید که فقط مختص شماه یعنی احساس تو با من فرق میکنه و در این حال مثلا رندوم نیستش مثلا یه نقاشی مثلا اگر نارنجی هستش مثلا تو احساس سرما ازش نمیگیری یعنی که و این واقعا هدف خالق اون هنری بوده چون چیزی دقیقا در کار لینچ هم دیده میشه ممکنه در بیان احساسات تفاوت عقیده وجود داشته باشه ولی در ماهیتش در کلیتش با یک اصل هنری کاملا قوی و مشخص رو هستیم. این دفعه داشتم نگاه میکردم فیلم من به یه چیزی که خیلی بیشتر هی دقت میکردم و سعی میکردم تا جایی که میتونم یادم بمونه که آخر سر که قراره بر خودم نتیجه گیری بکنم همه اینا این تیکه های پازل به هم بچسبه همین موقعی که فیلم شروع میشه فیلم یعنی مثلا من در در مورد یه را به اول فیلم صحبت میکنم فیلم انگار اصلا سیتکامه یا سیتکام کمدی انگار شروع میشه خیلی رنگ و رنگه، خیلی همه چی خوشحاله کاراکتر اصلی به شدت کاراش اگزاجریت هست خیلی همه چی رو چی میگن با پر انرژی انج... نشون میده و انجام میده همه چی کل این تم فیلم تون فیلم لحن فیلم همه چی از حالت کمدی و خیلی پررنگ و رنگ و رنگ تغییر میکنه به محض اینکه کاراکتر ریتا معرفی میشه کاراکتری که توی خونه است و مثلا داره همون میکنه و بیتی اونو میبینه برای اولین بار یه چیزی که توی مالها درایو حالا کسایی که دیدن یا کسایی که میخوام ببینن برای اولین بار بهش دقت بکنن اینه که چجوری طی مثلا زمان فیلم این لحن فیلم هی آروم آروم عوض میشه اینه که خیلی خیلی همه چی بشاش و زیبا شروع میشه و کم کم همه چی غیره تیره و تاریک و تلخ و تلختر بشه <applause> به نظر من یکی از اتفاقات خیلی جالب مال ها درایوه که حالا مثلا این دفعه که فیلمو تموم کردم من حالا من این چی میگن راهنمایی که من میکنم برای کسایی که میخوام ببینن یا کسایی که قبلا دیدن اگه ما این خیلی کار سختی ها چون فکر نکنم مثلا لینچ خودش اینجوری به فیلم فکر کرده بود ولی اگه ما فیلمو به سه قسمت تقسیم بکنیم قسمت اول و دوم فیلم ما خیلی دنبال کردن داستان راحته چون داره یه داستان خیلی نسبتاً گویایی رو توضیح میده همه سوالات همه این گنگ بودن و معماش موقعی شروع میشه که یک جعبه آبی رنگی بر اولین بار باز میشه و ما وارد انگار یه کابوسی قراره بشیم به محض اینکه ما وارد اون کابوس میشیم سوالا به وجود میاد که آیا همه این چیزهایی که من تا الان میدم خواب بوده کابوس بوده اینا رویا پردازی های شخصی بوده که همین واقعا میگم چیزی که در مورد لینچ لذت بخشه دقتش به این نکات ریزه اینی که تو موقعی که تو بخش سوم فیلم موقعی که داری انگار حالا اتفاقات واقعی رو میبینی یادت میاد که توی اون دو بخش اول ورژنی که توی رویا دیدی ورژنی که تو کابوس دیدی چه فرقی با این داشته کاراکتری که تو دنیای واقعی شخصیتش مثلا فرض کن یه شخصیت خیلی مرموزیه موقعی که توی خواب و رویا میاد اون شخصیت چجوری میشه حالا آدم میتونه در مورد کلی مسائل دیگه هم حرف بزنه ولی من همیشه اینجوری میگم میگم که موقعی که فیلم وارد بخش سومش میشه من مخاطب خودتو بذار جای بیتی خودتو بذار جای کسی که اومده توی لس آنجلس میخواد بازیگر بشه عاشق میشه عاشق کی میشه عاشق کسی میشه که رقیبش برای یک نقشیه و اون نقش رو میبازه به اون شخص و عشق و از اون ور رقابت و از اون ور مشکلاتی که توی, شک... توی شکست خوردن عشق و عاشقی به وجود میاد همشون وصل میشن به خواب و کابوس هایی که این آدم میبینه من یه حدی سعی کردم چیزایی که میتونستم و بگم ولی بازم حرف میزنم آره یه چیزی که دا... باید اشاره بکنیم این که در عین اینکه خیلی فیلم رمزالود هستش و گان تلخم میشه در این حال پر از احساسات متفاوت هستش یعنی ما بعضی جا میخندیم بعضی جا خیلی ترس داریم. چیزی که من از بار اولی که دیدم همیشه هر وقت میادش این سکانس در تعجب کامل هستم یه سکانسی هستش که دو نفر توی یه نه کافه نشستن دارن عادی با هم صحبت میکنن و شما به عنوان بیننده توی یه کافه توی روز هستش آدم دور و برشه شما به عنوان بیننده دارید میترسید ترس زیاده و همینجوری جلوتر میرید جلوتر ترسناک ترسناکتر میشه و تر... و این سریه داشتم خیلی دقت میکردم اه... توی این سکانس کافه که یه نفر داره دم... میگه یه خوابی رو دیدم برای دوستش داره تو کافه نشستن خواب رو تعریف میکنه دقت کنی حرکت های دوربین خیلی عجیب غریبه اصلا جوری که دوربین شناوره تکون میخوره احساس آدم ناامنی و ترس و استراب داره از تعریف کردن بعد صدایی که خود دیوید لینچ دیگه از کس کسی هست که همیشه روی صداهای فیلماش هم کار میکنه صدایی که اون زیر داره میاده چقدر داره آروم آروم میاد بالاتر موسیقی چیزی آنجلو بادلامنتی فوقالده و همیشه همیشگی دیوید لینچ که متاسفانه فوت کردش آنجلو بادلانتی آنگ ساز هیوی رین هم بوده برای کسی گیمر و هر میرسه توی این فیلم کسی که اسپرسو رو میخوره تیست نکنه دوست نره آنجلو بادلانتی آنگ ساز فیلم اینا <laughs> و چنین چیزی همه جای فیلم وجود داره این تأثیری که لینچ با استفاده از صدا تصویر حرکت دوربین نوع بازیگری نوع حرفی که میزنن نوع که ادیتی که داره انجام میده تر هم میگم پرفکت هستش مال هال درایو از همه تکنیک ها از همه عناصری که یک فیلم رو فیلم میکنه استفاده میکنه هیچ چیزی بیراه نرفته استفاده میکنه و به بهترین نه یه داستان خیلی عمیق و پیچیده رو میگه که بازم میگم مهم اینه که گویا هستش یه چیزی که وجود داره اینی که بسیاری کسایی که میرن فیلم سازی از جمله این جانب همه اولین فیلم هایی که میخوام بسازن دیوید لینچیه چرا؟ بخاطر اینکه خیلی سینما متفاوتیه و شما همیشه به عنوان یه آرتیست نو نوزهور همیشه دوست دارید که من متفاوت هستم نسبت به آرتیست های دیگه مثلا همین میرن سمت فیلم های عجیب قریب حالا مثلا بگیم آرتیستیکی که حالا بله مثلا خیلی شبیه به لینچ هستش و اکثرا مزخرف به تمام معنا میسازن به خاطر اینکه واقعا فقط همجوری دارن پرت میکنن یه سری اینجا فکر میکنن هر چقدر پیچیده بکنی هرچقدر مثلا عجیب غریب تر بسازی اثر هنری بیشتری داری یا بعضی وقتا توی ذهن خودشون معنی وجود داره و سر نخی که باید رو نمیدن به بیننده ولی در این حال که میگم لینچ اون لیست چیز رو دیدی لیست سر نخواه دیوید لینچ رو برای مال هالند دیدی نمیدارم کدوم داری میگی لینچ هیچ وقت در مورد معنی فیلماش صحبت نمیکنه برای مال هالند یه یه لیست کنم ده تا ده تا سرنخه نخه خود لینچ داده مثلا یکیش میگه که مثلا امه تو طول داستان کجاه مثلا میگه احساسی که شما توی کلاب سیلنسیو دارید چه احساسیه اگه این جواب این سوال رو به هر جواب جوابش رو بدید خیلی عمیق‌تر و عمیق‌تر معنی کلی مالهان انجراف میده چقدر روش جالبی ها به چون که جواب بهتون بده سوال بیشتری بهتون میده ولی معنی فیلم رو میگید. یه نکته خیلی خوب دیگه ای که این فیلم داره البته همه فیلم های لینچ این قضیه رو دارن ولی خب توی این فیلم انگار بیشتر خود دیوید لینچ روش تسلط داشته اینه که چجوری توی گذاشتن نکات ریز از رنگ های مختلف استفاده کرده توی مال هالند درایو یه رنگی که بسیار بسیار مهمه رنگ آبیه آبی توی حالا مفاهیم رنگ یه رنگ سرد خب یه رنگیه که خیلی ها این رو مرتبط میدونن به خواب یه سری مرتبط میدونن به رویا یه سری مرتبط میدونن به از بین رفتن آدم مردن و کلا اون چی میگن حس سردی که آدم ها بعد از حالا اتفاقش اتفاق بد براشون به وجود میاد این فیلم یه جاهایی از رنگ آبی خیلی مشخص استفاده میکنه مثلا میگم یه جعبه ای که باز میشه و انگار همه کابوس و قراره برات نشون بده اون جعبه جعبه آبیه موقعی که اینا وارد اون کلاب سیلانسیو میشن وارد کلابی میشن که قراره یه تاتری رو نزدیک ببینن یه خانومی رو نشون میده که اون خانوم به طرز خیلی اگزجره شده موهاش آبیه و اون شروع میکنه یه سری حرف زدن که همه چی رو انگار قراره به هم وصل بکنه من چی میستیم خواستی بگی بگو نه چیز نمیخواستم بگم مخواستم بگم که اه... اصلا نمیخواستم بگم ولی من میشه گفت که هر وقت بگی میتونیم یکم در مورد برداشتمون از داستان صحبت کنیم با این هشدار که قرار اسپویل بشه حالا کسایی که ندیدن میتونن تو تایم لاینمون هم بپرن برن من آخرین چیزی که میخوام بگم حالا قبل از اینکه بالای خوره نظر شخصی خودمون رو بگیم به نظر من یکی از به یاد ترین کارهایی که تو فیلم نامه ای این فیلم کردن اینه که برعکس خیلی دیگه از فیلم ها که مثلا دو به علاوه دو رو جلود میذارن و میگن خب تو جواب خودت در بیار به نظر من یکی از کارهای خیلی جالبی که لینچ کرده میگه که جواب چهاره ولی چجوری به چهار میرسی تو برو, برو, حالا در بیار با توجه به چیزایی که داری میبینی میتونه دو به علاوه دو باشه میتونه یک به علاوه سه مثلا باشه های. که من واقعا چی میگن این بار سومی بود که میدیدم تحت تاثیر فیلم نامش واقعا دوباره, دوباره تحت تاثیر قرار گرفتم آره از این بعد ما خیلی در مورد داستان و پایانش صحبت میکنیم حالا اون کسایی که ندیدن فقط توی یوتیوب میبینید میتونید اسکیپ کنید به جلو توی آدی های گوش میکنید تو دسکریپشن بزنید تایم لاین ها وجود داره اسم چپتر ها نوشته شده به توی بخش بعدی اون کامنت دیگه کامنت یه ایده جالبی من دارم آنو ببینه حالا دقیقا همجوری که تا یه جایی برداشت کردم دقیقا هم عقیده هستیم که به فیلم اگه بخوایم دو بخش حالا تقسیم بکنیم بخش اول یک رویای دروغین هست بخش دوم حقیقت تلخ هستش اوکی حالا من ایده جالبی اینجا دارم که در اصل خیلی جالبه همه فیلم گذشته هستش یک گذشته خیالی و یک گذشته واقعی کل تیکه اول فیلم یعنی رویاه طی یک زمان فوق العاده کوتاه اوور... اووردوز نزدیک به مرگ شخصیت نامی وات داره اتفاق میفته و در لحظه همون جایی که رو تخت افتاده به نظر من همون لحظه فقط اینا رو داره میبینه و آخرین جایی که هستش دقیقا اون باکس هستش که بگیم حالا پندورا باکسی هستش که وارد یک در... وقتی که باز میکنه تازه اون آشوب و حقیقت وحشتناکی به وجود میادش نه آیا تو این عقیده این خیلی خیلی برداشت قشنگی بودش یه،, یه چیزی یه برداشتی که حالا من جدیدم بهش رسیدم اینه که به نظر من در مورد عذاب وجدان و گناه جوری که این فیلم صحبت میکنه اینه که حتی اگه کسی یه گناه خیلی بزرگی مرتکب بشه گناهی که داخلش عشق هم وجود داره که انگار این قضیه رو با سنگین و سنگین تر میکنه حتی آدم توی رویاش حتی توی رویا پردازی هم که میخواد بکنه انقدر که این گناه سنگینه رویای شیرین تو رو خیلی سریع تبدیل به کابوس دوباره میکنه حتی اگه سعی بکنی اون رویا رو هی بخوای درست برای خودت پیش ببری ولی گناه انقدر حضورش سنگینه که تا تا یه حدی میتونی خودتو خوشحال نگه داری سیاهی پیروز میشه توی این قضیه که خب من موقعی که داشتم مثلا این فیلم حالا هی با بیشتر دقت میکردم بهش احساس میکردم کاراکتر نایومی واتس قلبا کاراکتر خوبیه خب ولی انقدر که عذاب وجدان و شکست عشقیش دردناک بوده حتی تو رو... حتی تو رویایی هم که داره بازم انگار دوباره قراره شکست بخوره که این درده قراره انگار همیشه روش بمونه خیلی جالبه به نظر من همون شخصیت آنجلو با و کسی دیگه ای که میان اه... که اون یارو آدمه که تو اون اتاق هستش خیلی عجیبه اینا م... مسئول کنترل کردن رویای این آدم هستن چون توی این رویا توی دنیای شیرینی که این داره تصور میکنه اون کارگردانه کسی بودش که معشوقش رو دزدید ازش دیگه <applause> مثلا بابا این دزدیدش از من همینجی داره بلا سرش میارن و میخوان یه بازیگری بیادش که این نباشه یه بازیگر دیگر رو بیان یعنی دست از سر این بردار من که نیستم اینم نباشه یعنی دوتامون تو یه لول باشیم و اون مسئولین مثلا خواب این میام میگه و اینا جالبی که این سری داشتم میدیدم در مورد این بودش که اون اما انجلو بدلامنتی که میادش قهوه رو میخوره همشه دوست نداره فکر کنم از این میادش که قهوه آدم هوشیار میکنه دیگه خواب میاره بیرون و, اینو و از توی خواب قهوه خودش تلخه قهوه چیز شیرین دقیقه. نیست آره دقیقا دقیقا و این نمیخواد از این رویا بیاد بیرون و در عین حال وقتی که توی دنیا واقعیش هستیم تیکه دوم هست اولین کاری که دارش میکنه چیه داره قهوه درست میکنه یعنی <Richards> <ensejag cinematic pause> اونجا قهوه داره میخوره و لذت نمیاره ولی توی رویاش میگه نه 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 همه قهوه ها بد هستن و نه و بیدارشم از این خوابه و خیلی میگم هر چقدر بیشتر و بیشتر آدم فکر میکنه این به قول فرنگی داونورد بیشتر و بیشتر و بیشتر میره پایین و نامی وات عجب بازی کرده و هنوز که هنوز همه در سینما در تعجبن که چرا ندارم اسکار نامزد اسکار هم نشدش این بازیگر قبل از این نامی وات قرار بوده چیز کلا خودشو بکشه قبل از این فیلم مثل اینکه نقش دیگه هیچی بهش نقش رو اینا نمیدادن اصلا زیاد معروف نبوده و میگو واقعا یه بار میخواسته با ماشین خودش رو یه دره بره پرت کنه پایین بعد نیکل کیدمن مثلا باش صحبت میکنه میگه بیا ادامه بده فلان اینا و خیلی داستانی که این تو ازش شبیه به داستان واقعی خوده نمیباد من یه مصاحبه داشتم گوش میدادم با ناومی مثل که حالا توی مصاحبه گفت حدود ده سال ده سال پشت همین آدم هی ریجکت میشده برای نقشایی که میخواسته آه. بگیره که موقعی که حالا دیوید لینچ باش تماس میگیره موقعی که دیوید لینچ اینو میبینه حالا دیوید لینچ هم تو مصاحبه خودش میگه میگه که موقعی که من نایمی واتس رو از نزدیک دیدم گفتم که تو چرا شبیه عکس نیستی یه خورده فرق میکنه قیافت که اصلا نایمی واتس کلی زد زیر خنده و اینا گفتش که خب دفعه بعدی که میام بیشتر به خودم میرسم که یه خورده بیشتر شبیه عکسم بشم که دیوید لینچ دیده ولی دیوید لینچ هم گفت موقعی که من نایومی رو دیدم تقریبا دیگه مطمئن بودم که این نقش قراره به این برسه و خب اون موقع هم در نظر داشته باش که این قرار بود یه اسپیناف سریال باشه که خیلی طولانی تر قرار بود آره. باشه ولی خب تبدیل به فیلم شد هر دوز من اگه سوال ازت بپرسم آیا الان تو خوشحالی که مال هالند درایو یک دونه فیلم فیچر فیلم یا فکر میکنی اگه این یک سریال میشد باز میتونست به همین اندازه تأثیر گذار باشه فهم الان پرفکت. الان Perfectه پر perfect. میگم چیزی که گفتم نه به نظر من اصلا هیچ چیز این فیلم رو تغییر کنه انقدر بی نقصه دو ساعت و بیست و هفت دقیقه هستش واقعا مثل یه ساعت نگذشت برای انقدر سری میگذره این فیلم نه خیلی خیلی, خیلی واقعا سری میگذره <تصح> نمیدونم <تصح> یه چیز در ادامه <تصح> <تصح> بگم ام... کسی که الان مدرن فیلم میسازه متاسفانه دیوید لینچ نه فیلمی اونقدر میسازه نه اصلا بهش حالا پول میدن بسازه کسی که بیشترین شباهت رو به نظر من میدونم کیو میخوای بگی لینچ کی... آریاستر نزیاد آریاستر آریستر, آریستر اتفاقا من انقدر کار یونیکی استایل خودش داره چه بسا میگفتش مثلا کلز اف فلاور مثلا شبیه فیلم آریستر زمان. نه تو تعریف حس نمی کنی بویز افرید لینچیه یه خورده خیلی خیلی آفرین آره آره دقیقا هستش ولی حالا میگم سه تا فیلم از اون ولی کسی که بیشتر از همه توی ذهن من میادش نیکولاس ویندینگ رفن هستش الان خصوص نیگورا... نیکولاس ویندینگ رفن بعد از درایو تا قبل از درایو خیلی جالب تا قبل از درایو نیکولاس ویندینگ رفن خیلی کار شای مایکل من شاید بودش درایو یه فیلم خیلی متفاوتی بود بعدش اونلی گاد فورگیوز کاملا فیلم لینچیه بعد همینجا جلوتر میای می‌بینیم که لینچ و مایکل من حالا بعضی وقتا فرم خواهی این Only God Forgives کاملا فیلم لینچیه بعدش نیان دیمن کاملا لینچی چقدر نیان شبیه مال حالا درایوه بعدش Too Old to Die Young فورد لینچیه بعدش کوپنهیگن کابوی کاملا لینچی هستش و اون فضاسازی و یه تمه تیست خودش هم داره نظر من از یه طرف خوشحالم که من به نظرم اگه دنیای این. بازی هم حساب بکنی کلا کارهایی که سملیک انجام میده مثلا الان ویک و اینا اونام خیلی تر تاثیر کارایی لینچ خصوص... تو این پیکس رو خصوص بوده آره ام... همون میگم لینچ واقعا یک دنیایی از اول فنگی پاسیبلیتی رو به وجود آورد توی سینما که میگم چند خوش گفته بودی گفته من یه انیمیشن هیچ کسی نمیاد سر انیمیشنی که لینچ بسازه چه شکلی خواهد بودش این از مال هالند درایف همین یه چیز ترخ بگم اینجا من با چند تا از حالا کسایی که سنشون از من تو کم مثلا اونا الان اوایل 20 سالگیشونه و خیلی علاقه من به سینما چند وقت پیش که در مورد لینچ صحبت میکردم باشون یه چیزی به من گفتن که خیلی چی میگن برای من تکون دهنده نبود قابل پیش بینی بود ولی من سعی کردم که یه خورده حالا اونا رو چی میگن متقاعد بکنم بیشتر برن سراغ لینچ اونا میگفتن که کارای لینچ پیچیدگیش یه جوریه که حوصله ما سر میبره من حالا من جوابی که دادم رو میگم حالا تو هم دوست دارم به که مثلا چه جوابی باید داد موقعی که یه سری همچین نظری میدن من من به نظرم لینچ از هیچ کسی نمیخواد که جواب درست پیدا بکنه لینچ از تو میخواد که نظر شخصی خودتو پیدا بکنی نسبت به اون اثر خب و اینی که اگه یه کاری پیچیده است نباید تو خودت توی اون شرایط قرار, قرار بدی،, که من میخوام تمام تیکه های پازل رو به هم بچسبونم نه سعی بکن که از اون تجربهه و اون حسی که داری میگیری و اون پازلی که تو مغز خودت داری میچینی لذت ببری دقیقا و خیلی جالبه میگم شاید به خاطر اینکه میزان توجه کمتر شده هرچی جل... اصلا فیلم های مدرن فیلم های مدرن تا آخرین چیز رو براتون تعریف بکنن اون سانیه آخر ولت نمیکنه انقدر همین چیز تعریف کنه او... به یکم احترام بذار من بذار بزاد من خودم تحلیل کنم بذار برداشت منم مثلا به عنوان بیننده وجود داشته باشه فکر میکنم انقدر این سینما و سریالا سعی کردن این ساختار متفاوت رو داشته باشن که مثلا یه فیلمی که یک کم ازتون میخواد که فکر بکنید در این دیدن مقدر پیچیده نیستش یک کم فکر بکنید و به احساسات خودتون اعتماد کنید یه نمه براشون غیر قابل تحمل میشه در حالی که مثلا میگم مثلا این آدم مثل من و تو لذت میبریم از این قضیه و مثلا سرگرم داره میشین بعدش چی میشه بعد او این به این معنی این همش کنجکاوی درش وجود داره ام. نمیدونم ولی فهم کنم اگه کسایی که حالا اونقدری آشنا نیستن با لینچ فهم کنم مول هولند جرایف فهم کنم بهترین فیلم برای شروع باشه درست میگم آپشن های دیگه چی هم به غیر لاست هایوی خیلی پیچیده میشه براشون یکم سخت میشه ایریسر هیت خیلی اولد سکول لینچ هستش تو این پیکز هم طولانیه چیزم الفنت من خیلی متفاوته لفنت من خیلی مستقیمه اصلا اون قدری از بود داستانگویی لینچی نیستش ام... من, پیشنهادم بین این دوتاه من میگم اگه حوصله دارین وقت دارین مثلا میگم با دو قسمت اول توین پیکس شروع بکنید که یه خورده مثلا فضای ذهنی دیوید لینچ دستتون بیاد اگه سریال دوست ندارین ببینید مستقیم به این سراغ مال هالند درایف بلو ولوت هم پیشنهاد خوبی آره. خوبیه اونم پیشنهاد خیلی خوبیه بلو ولوت هم, هم پیشنهاد خیلی خوبیه آره. آره. چقدر حال داده شانو دوباره دیم میگم یعنی بعضی فیلم هست آدم میبینه تا تموم میشه میگه آه چه حالی میده من یه بار دیگه این فیلم رو بعدا دوباره قراره مال هالن درایف همیشه برای من اینطوریه. دارم دلم تنگ نومی وات شده. بیشتر بعد الان هنوز فعال هست یا کلا خیلی کم بازی میکنه خیلی یعنی کمتر هستش دقیقا این سریال The Watcher هستش من همون میشه اونو خیلی دوست داشتم ببینم مثلا رایان مورفی هستش اونه من آه. اصلا یادم رفت که نایومی واس توی بردمن بودش اصلا تو بردمن هم بود نایومی چقدر خوب بود تو بردمن آره آره توی وایس بود بودش جدید شد تو تو این پیکس 2017 بوده من نمیدونستم آره <applause> تو این آره اگه ام این از All Holland Drive بریم ما رو کامنت بخونیم بریم سراغ کامنت دوستان مرسی که ما رو همراهی میکنید و اگه تو الان سابسکرایب نکردین بزرگترین کمک شما سابسکرایب کردن کامنت گذاشتن و لایک دادن قسمت های ماه چی میگن اگه برنامه ما رو میشناسین میدونید که ما همیشه یک ارتباط خیلی دوستانه و مستقیمی با طرفدارامون داریم و همیشه سعی میکنیم که صدای اونا تو برنامه شنیده بشه از طریق کامنت هایی که میذارن چون واقعا یکی از بخشای مورد علاقه من و حمیده. چون هم نظرات دیگران رو میشنویم و هم میتونیم یه سری ایده بگیریم و نظرات خودمون هم بگیم پس اگه تا الان سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب بکنید بریم سراغ کامنت اول از هانیه خیلی وقت بود نظر داشتم ولی یادم میرفت کامنت بذارم مجبورم الان همه رو با هم بگم فیوریوسا به نظرم خیلی بد بود و واقعا حوصلم رو سر و وسط وسطش دنبال کردن خط داستانی برام غیر ممکن شده بود نفهمیدم کی دنبال کی بود دستینگ به خاطر خیلی قدیمی بودن و جلوه های بیجه ای که یکم خندهدارش می میکرد مثل خون سوس گوجه ای که خیلی به چند روز پیش هم یه فیلم دیدم به اسم مرو بون که جالب بود در مورد مال هالند درایف من خیلی وقت بیش دیدم و یادم یه صحنه خیلی ترسناک جامپ سکری داره که جرئت ندارم حتی یک بار دیگه ببینمش مدمنم دانلود کردم ولی خیلی طولانیه یک کم بیشتر اصرار کنید شاید برم سراغش خب در مورد فیوریوسا ما کلی خب حرف زدیم در مورد دستینگ من همیشه اینو میگم دستینگ شاید جلبای ویژش مثلا عجیب یا خنده دار به وجود بیاد ولی اینا پرکتیکاله یعنی که اینا سی جی نیست اینا واقعا مثلا همه اون مدل ها رو دستی درست کرده بودن و به نظر من اتفاقا میخوره به اون فیلم به خاطر اون حسه خوره چندش آوری که داره آره که خب برای من جالبه مروبون رو من نشنیدم اسمش رو حالا باید به لیستم اضافه بکنم در مورد مدمن ما داریم هر قسمت حرف میزنیم دیگه فکر کنم آره. دی کافی باشه تمام این قسمت کلی صحبت کردیم نه آقا خوب درام خوب میخواید مدمن هستن. مثلا اگه انتظار تبک دیگه ای دارید خب مدمن اون نیستش. من نیست من مدمکس نیست مدمن همه یه چیز دیگه هم بگم مدمن به نظر من جز اون معدود سریال های تاریخ تلویزیونه که بازیگراش نه تنها خیلی خیلی بازیگرای خوبی هن چه مرد چه زن به شدت هم خوش قیافن حالا هر دو طرف دقیقا 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 خیلی استایلیش هم مثلا لباس هایی, می پوشن. هایی که هستن میپوشن که دارن شرکو سلام رفقا جالبه من نمیدونستم که جاناتان نولان اپیزود اول و دوم فالاوت رو کارگردانی کرده وقتی سریال رو دیدم حس کردم که نقش مایکل امرسن و سگ جرمن شپردش خیلی برام آشناس. که وقتی سرچ کردم یادم افتاد که همین کارگران یک سریال به نام Person of Interest داره و مایکل امرسن و اون سگ جز نقشه اصلی هن که توی فالاوت یادآور اوناست میخواستم نظرتون رو در مورد اون سریال بدونم و اگه ندیدین پیشنهاد میدم تو لیستتون بذارین ما در مورد فالاوت کلی حرف زدیم و فکر کنم نمیدونم چند قسمت پیش بود یه قسمت ویژه داشتیم در مورد فصل یک فالاوت که در مورد دنیاش صحبت کردیم در مورد بازیاش یه صحبت کردیم من و حمیدم اگه اشتباه نکنم جفتمون از سیزن یکش واقعا راضی بودیم به نظر من خیلی چیزای خوبی رو از دنیای بازیش وارد سریال کردن و جاناتان نولان خیلی کارش خوب انجام داده کامنت جاناتان نه تنها کارگرد جاناتان نولان خالقه سریال کم تایی کننده اصلی این خودش رو درسته کریتر <applause> و شورانر اصلی فالاوت جانتان نولان هستش دقیقا پرسن آف هم میدونم چه بگی پرسن آف اگه اشتباه نکنم جی جی برمز هم تویش فکر کنم به تهیه کنندگی داشت اگه اشتباه نکنم آره اونم سریال معروفی هستش ولی حالا یه زمانی شاید به این سر ولی اونم تعریف زیاد شینه سعید قولی زاده صحبت از پورکوروسو شد پورکوروسو یکی از انیمیشن های استودیو جیبلی من عاشق این فیلمم آه. از وسط داستان شروع میشه و وسط داستانم تموم میشه و اصلا براش مهم نیست بگن این چرا اینطوریه عموما فیلم های یک سلایس از یک داستان خیلی بزرگم نمیدونم کمی شبیه کاریه که اون یکی میوزاکی توی سری سولزبور میکنه منظور سعید از اون یکی میازاکی هیده تاکا کارگردان بازی های فرام که و کسایی که گیمرن احتمالا بازی رو میشنسن همین میدونی من به چی دارم فکر میکنم یعنی امروز, امروز که داشتم حالا مثلا خودم رو آماده میکردم برای این قسمت یاد یه چیزی افتادم که اتفاقا سعید الان اشاره کرد بهش دیوید لینچ موقعی که از من و تو مخاطب میخواد که فکر بکنیم و برداشت بکنیم و نظرمونو ب... مثلا نظرمونو حالا بهش برسیم کاریه که هایا میازاکی هم به یه نحو دیگه ای انجام میده خب به من کارهای میازاکی رو خیلی هاشون دوست دارم ولی تو کارهای لینچ رو فکر کنم همیشه ترجیح میدی به کارهایی که مثلا هایا میازاکی میکنه چون اونم دنیای ابسترکت تا جایی که میتونه درست میکنه توی سری زمینه تو فکر میکنی چی توی کاره میازاکی بر تو خوب نیست که این حس سوال ابسترکت بودن لینچو ازشون نمیگیری این مثلا مثال آخرین کارش رو بگم که من دوست نداشتم The Boy and the Heron The Boy and the Heron در کلیتش در داستان خودش داستان کلیشه بود برم اول دیدم میدم گفتم اوکی اون پسر مادرش مرد داستان در مورد کنار اومدن با مرگ مادرش است بعد چند دقیقه بعدش نامادری اومد گفتم با این در یه قرار مثلا کنار بیادش و پلات کاملا مشخص شد پس در نتیجه جذابیت پلاتی برای من وجود نداشت اکسپریانس مونده بودش که اصلا کلا نماد خیلی روی هست هرن اصلا the boy and the heron هرن مجدد هستش در همون راسته گفتم خب این هرن هم که معلومه چجوریه ولی چه جلوتر میرفته چیزای مثلا عجیب غریبی که اتفاق میفتاد اونقدی به نظر من در راستا و خدمت به احساسات داستان نبودش در حالی که مثلا تو کلاب سیلنسیو دا میگم خود لینچ گفته بود چه احساسی میگیرید توی اونجا که هستیم اون طرف اولش میاد میگه که ببینید همه چی پری ریکورد شده است و شروع میکنه توضیح دادن که این موسیقی که دارید میشنوید همش شنیده شده قبل چیزی اصلا زنده نیست داره دمی چقدر زیبا با یک اثر اجرای اثر هنری داره به سیگنال میده که اینا هیچ کدوم زنده نیستن اینا همش پری ریکورد شده است و میگه او این یه خاطره ایه که اینا داشتن و برای اولین بار هستش که اونجا مثلا ببینیم داره اینجوری مثلا از خواب انگار داره بیدار میشه نه می و میگیم او, او, او نزدیکه ولی تمامش میکنم میره و اسم کلابه چیه سیلنسیوس سکوت یعنی اصلا راجع صحبت نکنید هیچ از زیبا همه توی کارلینس ام... دیده میشه ولی توی میازاکی توی آخرین کارش ام... من حس میکردم فقط در راستای مثلا عجیب غریب, غریب بودن هستش اون قدری حداقل از بود احساسی کمکی نمیکنه به من برای نظر باید. خیلی جالبیه واقعا ام... علی کبیری کامنت بعدی اول تشکر میکنم بابت انتخاب فیلم مال هالند درایو و سب ندارم راجبش صحبت بکنید. تشکر بعدی از شما به خاطر اینکه یعنی که به یاد ما تو بیمارستان بودین همه بچه ها سلام میرسونن نها. راستش چند هفته بود که دست جمعی نگاه میکردیم اما آخرین بار اپیزود سیویل بار داشتیم نگاه میکردیم با لپتاپ توی استیشن بخش که سوپروایزر ناغافل اومد و توبیخمون کرد چون داخل بخش استفاده از لپتاپ ممنوعه و ما ما هم, هم همیشه حواسمون جمع بود ولی این دفعه مچمون رو گرفتن فعلا منتظر فرصتیم رو دوباره پخش هفتگی کن داخل بخش آی سی او رو داشته باشیم سعی کنم این دفعه عکسم بگیرم شاید به درد بچه سوشال میدیو آینده پاپ بخوره آه. Uh, ببین اول مرسی که واقعا سر ما هم سلام میرسیم سلام ما رو به بچه های بخش و چه بد که سوپروایزر موشتون رو گرفت امیدوارم که از این اتفاقا دیگه نیفته حالا <تصفح> <تصفح> باز خود پاپکورن بدتری باشه <تصفح> 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 ولی مرسی مرسی که کامنت تو داشتی علی پیچ مرسی که واسه هر فیلم تایمشو گذاشتین همیشه انتقادم این بود که وقتی تایم صحبت در مورد فیلم ها مشخص نیست ممکنه یه فیلمی که ندیدیم سپویل بشه یه پیشنهاد دیگه هم دارم اینه که تو قسمت کامیونیتی یا پلتفرم‌های دیگه‌تون مشخص کنید تو چه ویدیوهایی چه فیلمهایی رو بررسی کردین تا بعد دیدن اون فیلم‌ها بیایم و نظرتون رو در موردش ببینیم. خوشحالم که بخش اول مشکلش حل شد. الان فکر کنم یه سی قسمتی میشه که ما سعی می‌کنیم بخشا مشخص بکنیم که کدوم فیلم مال کجاست و همه این حرفا. چیز دومی که تو گفتی من به عنوان کسی که الان توی ضبط قسمت 164 روم این برنامه هم. من و حمید الان نزدیک 4 4 سال خورده ای که داریم حالا حالا به کلی میگم سعی میکنیم هر هفته یه بار ضبط بکنیم انقدر زیادن که ما اگه بخوایم بریم از اون اول همه رو دوباره مشخص بکنیم که بعدها به دردمون بخوره یه چیز خیلی وقت گیره شاید یه روزی به شاید یه روزی بریم که برید قسمت قبلی مثلا مثل قسمت جدید بخش بندیش بکنید کلا بریم مثلا میگم ما در مورد 7 صحبت کردیم تو قسمت 42 در این چیزی میپرونم هزار بار صحبت آره آره. بگیم که کدوم کدوم بوده او او نه غیر ممکنه تقریبا مگه اینکه چی میگن آه همین حالا در در ادامه در ادامه ما یه کامنت خیلی جالب داریم که من یه چی میگن یه دست مریضادی به یکی از میگم حالا ولی ما سعی میکنیم حالا از این از این به بعد که دسته بندی میکنیم خیلی مشخص تر باشه حالا امیدوارم که این راضی کننده باشه بعضی وقت من آرنه یادم مثلا آرنه میگه همین راجع این میگم یه قسمت کامل در این هم صحبت کردیم مثلا آرنه میگه در این صحبت حامد کسمایی دورید فربان بر رفقای جان سلام بر حامد عزیز این هفته یه سریال مافیایی کاملا جدی برای سال 2014 از ایتالیا رو شروع کردم به نام گامورا همین فصل همین فصل یک پوست ما رو کندش و اگه علاقه من به مافیای جدی اصل و بیرم هستین شدیدن توصیه میکنم و میتونید برای تنوع هم که شده یه سریال اروپایی درجه یک ببینید و لذتش رو ببرین پر از سورپرایز و تویست و اتفاقات عجیب و غریبه مرسی که حامد این سریال رو پیشنهاد دادی این سپلینگش هم هست g u m o R A H. گمورا فکر کنم تو این تلفظ درستش باشه من اسم این سریال اصلا نشنیده بودم و اولین باری که دارم میشنوم ولی فکر کنم من و حمید تا الان سریال اروپایی اصلا ندیدیم تو این برنامه نمیدونم دیدیم ندیدیم من سریال انگلیسی دیده بودم فلیبگ رو من دیدم فکر کنم آره دی رو من دیده بودم هیگن کابوی رو شاید آخرین بار من خارجی دیده بودم آره اونم اونم حساب میشه ولی آره اینم میشه به لیست اضافه کرد میگم از من فعلا من دارم مدمن hey, گیر مدمن میبینم هی گیر میدادید مدمن ببینم یعنی که دارم میبینم هر میاد نگید دیگه خودتو آماده بکن به محض اینکه که مدمن تموم میشه من مطمئنم کامنت های کامنت های بسیار زیادی خواهیم داشت که همین نوبت سوپرانوسه نه واقعا سوپرانوس زارت شروع میکنم سریال های مدرن چرت و پرت شدن حال نمیده اما میچستم قدیم بریم سراغ کامنت بعدی از امین سلام دوستان ممنون از اپیزود خیلی خوبتون خواستم خبر بدم تو این هفته فست سوم د بر اومده که به نظرم خیلی قوی بوده به خصوص اپیزود اولش که شاهکار بود یه سریال دیگه هم دیدم به اسم A Gentleman in Moscow که خیلی سریال زیبا و ساده و دوست داشتنی بود و فکر کنم آرنو دوست داشته باشه راستی در مورد فیلم جدید تام هاردی و آستین باتلر به نام The Bike Riders ببینید و نظرتون رو بگید در مورد دبر خب من اول دبر رو بگم دبر من فکر کنم یکی دو تا قسمت دیگه هم مونده که سیزن سه رو تموم بکنم سیزن سه تموم بشه قطعا در موردش حرف میزنم همه میدونن که من چقدر دبر دوست دارم و همه فکر کنم میدونن که من انقدر که دبر رو میام توی این برنامه پیشنهاد میدم دیگه خسته میشم گهگاهی ولی خب سیزن استیشن هم دارم میبینم و لذت میبرم جنتلمنی gentleman مرد جنتلمن در مسکو من اینو نمیدونم اصلا چیه همین تو میدونی؟ اینو اتفاقا من گرفته بودم ببینم یه مکریگرام اتفاقا بازی کرده و تعریف بسیار زیبایی ازش شنیدم ولی <applause> فراینده اینم میبینم آره اینم سریال سریال خیلی خوبی از خیلی جدید هم اومده بایک رایدرز رو رو صحبت کنیم این قسمت یادم اون رفت هفته بعد صحبت کنیم رجلش. آره میتونیم بندازیم هفته بعدش اتفا من دیده بودم بایک رایدرز هم دیده بودی درسته؟ من بایک رایدرز باید را ببینم همین تنوز نهیدمش آه پا اوکی 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 نه فیلم جالبی بودش بایک رایدرز ببینیم هفته بعد سعی میکنیم صحبت کنیم رجبش اوکی کامنت بعدی از علی سلام رفقا مثل همیشه عالی هستین خیلی ممنون که لطف داریم میخوام یک سریال بهتون معرفی کنم که خیلی واقعگرا دقیق و پر جزئیات و پر از شخصیت های یاد موندنی هم هست به نام دد بود با شناختی که ازتون دارم به نظرم واقعا از دیدنش پشیمون نمیشین همین حرفی که من سر چند تا کامنت قبلی زدم یکی از دوستامون به نام علی رضا به این کامنت جواب داده خب گفته که آرنو این سریال رو دیده بود کلی دوست داشت و, و اپیزودی که در موردش حرف زدیم هم تو لینک گذاشته بود نه بابا <تصفح> علی رزا. من از رای دو دستت می دست تو میفشورم دستت در نکنه مرسی که این زحمت رو کشیدی من در مورد دید بود، کلی حرف زدم بود به نظر من یکی از بهترین سریال های تاریخ HBOه سریالیه که تمش وسترنه ولی همش انگار انگار گیم آف ترونز توی دنیای وسترنه که خیلی به نظرم با حال درآوردن من سریال رو دوست دارم و کوتا هم هست بکنم کلن هم تا سیزن بیشتر نباشه حالا تو علاقه ای این این <تصفح> سریال های تیلر شریدن 1883 نمیدونم یلوستون هزا... اینا رو ببینی تو دید بود دوستایی بزنش یلوستون رو اینا رو دوست خواهی داشت یلوستون اونیه که کوین کاستنر روزی کرده کوین کاستنر روزی کرده خیلی معروفم هست ببین نمیدونم باید, باید یه سری از بیان منو قانع کنن که من چیزه الان خودم اونجوری نیستم که بخوام وقت بذارم سریال جدید شروع بکنم مگه اینکه خیلی دیگه چیز خفنی باشه اگه اشتباه نکنم تیلر شریدن تیلر شریدن نویسنده سیکاری و هلزان نویسنده کارگرن هلور های واتر بگم اولش یلو 2018 درست میکنه تو 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 تو. به 1923 2021 بعد 1923 و 2022 درست میکنه <تصحاب> اینا همشون وسترن هستن و خیلی هم طرفدار دارن و اتفاقا میگم بسیاری بیچاره کردن منو که برو ببین و یه فیلم هم مثل این که دارن روش میزن کدومش رو به تو پیشنهاد میدن که ببینی؟ یلوستون بی رو بیشتر همه معرفی میکنم یلوستون کنم اگه اشتباه نکنم همه اولیش هم همه یلوستون هستش کوین کاسنر رو نوازی کرده چند تا سیزنه؟ زیاده؟ یلوستون پنج تا سیزنه 1883 یه دونه سیزن فکر کنم بقیهشون دیگه اسپیناف های مینی سریز میشن مم. 1923 هم یه دونه سیزنه ولی یلوستون پنجتا تا سیزنه اوکه. که گویا 5 تاش هم العاده یک دست خوبه خوبه کامنت بعدی از امیر سومه سلام امروز تریلر گلادیاتور رو دیدم و خوب بود امیدوارم نامیدمون نکنه توی این چند سال گذشته تریلرهای خوبی دیدم ولی فیلمش نامید کننده بود مثل نورسمن و کلی فیلم دیگه همین نورسمن بود یا نورسمن بود با اس... آره. بودش از چیز رابرت اگرز آره, 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 آره. واقعا رابرت اگرز اون فیلم کننده بود و <تصفح> کلی فیلم دیگه راستی شما هم میتونید چند تا از این نمونه ها رو بگین که بعد دیدن تریلر مشتاق فیلم بودین بعد خورد تو ذوقتون خب خودت چیزو گفتی این فیلم نورثمن رو گفتی من یه فیلم دیگه ای که من کلا توی زندگیم دو بار پیش اومده که واقعا آماده بودم سالون سینما رو ترک بکنم یکی <تصفح> یکی سر همین شاهکار آقای رابرت اگرز بود اون یکی سر میتریکس ریزورکشن بودش خب تو <تصفح> <تصفح> <سینمان> رفته بودیم کسافت <تصفح> من تریلر ان... من فکر مارم کنم مارم ده, 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 ده بار پونزه بار, بار من اون تریلر رو دیدم من خیلی مشتاق عره. بودم فکر میکردم که خیلی چیز عجیب و غریب و باقی باید باشه آره. ببین زیاد نمی کنم او. فکر کنم مثلا موقعی که یک ساعت اول فیلم تموم شد من قشنگ دستم رو گذاشتم روی زانوم که بلند شم گفتم ورش کن این همه پول دادم اومدم سینما تا آخر ببینم دیگه آره. نه کاملا در... من زیاد تریلر نمیبینم سر همین زیاد تجربه نشدم. ولی دقیقا این دو تایی که گفتی برای من بودش برای من ربل مون چیزام بودش از زکس نایدر بود تریلرش بولاده بود ولی فیلم خیلی بد بودش ام... یه چیزی میخواستم بگم توی این کامنت گلادیاتور اشاره کرد آها گلادیت یه نظر عجیب غریب دارم آره نمیدونم تا بال گفته بودم اینا همه میدونن که من چقدر بریتلی اسکات دوست دارم تمام فیلم ها این کاری یاد ولی من اونقدی با این که فن گلادیاتور نیستم در حالی که اکثرا به میگن میگم بهترین فیلم بریتلی اسکات گلادیاتور من هم زیادم اونقدری منتظر گلادیاتور دو نیستم عجیبه مقدی که منتظر ناپولیون بودم منتظر اون نیست تو چی نظرت با گلادیاتور چی من دارم فکر میکنم که گلادیاتور توی لیست ده ده فیلم, فیلم محبوبم از ریدلی اسکا چندمه قطعا یک و نیست اینو مطمئنم اولیش نه برای تو اولیش ایلی دومی چی گفتی خیلی راحت یه راهنمایی کن یه راهنمای ریز ژانر جدید به وجود آورد به اون فیلمش اوه شت چرا یادم بلید رانر را <laughs> آره ایلین و بلید رانر رو من <laughs> فکر کنم از همه فیلماش بیشتر دوست دارم گلادیاتور خیلی دوست دارم ولی دو... نه به اندازه حدی. این دوتا هر یه چیزی میگم آره این 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 ا... این یادم نمیاد تو پریمیتیوس دوست داری؟ پریمیتیوس من بعدم نمیاد اونقدری هم دوست بل... ولی راضی بودم به نظرم اوکی بود فیلمش من خیلی دوست داشتم فیلم وحال میرن توی یه جزیره یه سری اتفاقات درش میفته و داستان خفنیش اینه که میخوام پیدا کنن که انسانها رو کیا ساختن مم. از ما کجا اومدی چرا فیلم بالی بودش ببین یه فیلم دیگه ریلی اسکات که همه عالم و آدم کوبیدن ولی من اونقدری بدم نمیاد و توی حدی دوست دارم کانسلره کانسلر فوق العاده و دقیقا از جه رومان کورمک مکارتی هم درست شده بوده چیزش چنده امتیاز این فیلم چنده حالا آیا هیجان زده است یا الین رومولوس سوال سختیه نمیدونم فکر نکنم یه نه با کارگردانش میدیدم گفتش یارو پرسید گفتش که کمکی که ریدلی اسکات بیت کردهش مثلا چیزی که بت گفتش مثلا داری ای ایلیان میسازی چی بود گفت فقط یه چیزی بهم گفتش گفت چی گفت don't make نمیدونم از یه طرف ممکنه یک آدم جدید یه نوع نوحالی خالق سریال فارگوی سریال داره از روی ایلین میسازه و مثل اینکه به زودی هم میادش بیرون اون چیزیه که خیلی ساله داره روش کار میکنه من بیشتر برای اون هیجان زده هستم تا رومولوس در حالی که خود ریدلی اسکات مثل اینکه از رومولوس خیلی راضی هستش من من میری سینما ببینی من مشکلم اینه که تو چند سال اخیر خیلی فیلم های ریدلی اسکات دوست نداشتم مشکل من اینه ای, 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 ای. خب کارگرنش جدیده دیگه فرق میکنه دیگه ریدلی اسکات نی ولی همونه همین دارم امتیازهای کانسلر رو میبینم آه من یه چیزی بگم به عنوان کسی که کردن به عنوان کسی که هر هفته در مورد فیلم حرف میزنم این امتیازهایی که جلو چش منه آی ام دی بی راتن تومیدو سی و چهار نه بابا این نیست نیست یعنی یعنی که نمیدونم چرا ولی راتن تومیدو سی و چهار برای کانسلر دیگه اصلا برای من هیچ معنایی ای نداره یه سکانس اینسین این فیلمی چیه؟ اینکه که دیاز با یه لمبورگینی سیکس میکنه تو این فیلم که <applause> <applause> از عجیبترین چیزهایی که تو زندگیم دیدم و اون پایانی که واسه برد ام… پیت اتفاق میفته اوی 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 قشنگ خود کورمک مکارتیه عالیه اون اول فیلم موتوریه رو چیجینی میکشن خیلی خوبه فیلم خوبی بود دیوانن ملت چی؟ بعدی از آروین اپیزود خیلی خوبی بود مثل همیشه لذت بردیم مرسی دوست عزیز راستی شلی دوبالم امروز فوت کرد چ... I, 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 I. چقدر تفلکی رو استاد اذیت کرد استاد مظلومشون استنلی <laughs> کوبری تو فیلم شاینینگ روح هر دوشون در آرامش در ضمن حرف از شاینینگ شد یکی از گزینه‌های بررسی عمیق میتونه این فیلم باشه خدا چقدر عجیب امروز داشتم بفهمم میخواستم بگم که خدا شلی دوال رو هم بیامرزه من موقعی که دیدم خیلی ناراحت شدم <applause> دقیقا خیلی غم بودش و اتفاقا امروز در شاینینگ صحبت کردنش امروز داشتم بینه ویدیو میدیدم اون اوبرلوک هتل و چیز کوبریک از ترکیب چند تا هتل درست کرده بوده آدم میفسد عکس میگرفته بعد اون هتلی که سالن اصلی اوورلوک هستش رو امروز داشتم اینه تور توش میدیدم که چه شکلی بودش خیلی شبیه درست کردن مو نمیزدش باورت نمیشد این همون نباشن خیلی جالب بود آره شاینینگ هم پیشنهاد خوبیه که ببینیم کوبریک یه فعلا دیدیم در مورد چیز گفتی در مورد شاینینگ گفتی کوبریک هیچ وقت فیلمی داشته که توی باکس آفیس خیلی موفق باشه موفق ترین فیلم کوبریک هم آیز وایت شات بده واقعا آره پرفروش ترین فیلمش ام. این آخه فیلماش بقیه فیلماش اکثرا شکست خورده بوده آخریه آره آیز وایت شات که شماره یکه آم. مثلا فول میتال جکت 120 میلیون دو باکس ها مثل که فروخته 2001 سپیس آریسی 146 میلیون آیز باید شد از همه بیشتر دو جالبه نمیدونم شاینینگ شاینینگ کم فروخته شاینینگ فقط 47 میلیون فروخته شاینینگ اون زمانی که اومدش ملت کویی دانش اونقدر فیلم موفقی نبوده جالبیش اینجاست که شاینینگ و داکتر سلیپ یک سرنوشت داشتن در حالی که فکر کنم هالیوود ریپورتر یعنی مقاله گذاشته رو لیست کرده و بهترین سیکوئل های تاریخ فکر کنم دکتر استیو جز 20 سیکوئل های برتر تاریخ بود کاملا من موافقم باش خیلی سیکوئل خوبی بودش برای شاینینگ بریم آره سراغ کامنت آخر از امین راد من سالها پیش مال هالند درایو رو با زیرنویس فارسی دیدم فیلم که تموم شد کلی توضیح به صورت زیرنویس فارسی اومد که معماها و نکات فیلم رو توضیح میداد همینجا خواستم بگم عزیز من کل <applause> لذت فیلم از من گرفتی این چه کاری بود که تاخه کردی زیر نمی. چیزی اصلا این تفسیر میکرده اینه مثل خوران تفسیر عجیبی <applause> <applause> بودش نه آره دقیقا گن زده توش من خیلی وقته واقعا سالهای سال که زیر نویس و فارسی استفاده نکردم و, نمیبینم ولی هر از گاهی یه سری مثلا اسکرین شات میبینم تو سوشال میدیا که که مترجما خودشون مثلا یه جوک فارسی مثلا اون تو میندازن مثلا یه جا اگه اشتباه نکنم مثلا کاراکتر ترسیده بود بعد مثلا میخواست به طرف به که منو نزن مثلا مثلا گفتش که مثلا جان مادرت منو نزن مثلا چرا جان هر دوست داری منو نزن این اصطلاحات ایرانی یه دونه چند روز پیش دیدم اول جان ویکسه بودش لوگو جان ویکسه میادش من نمیادش اون پایین زده من به عنوان مترجم بهتون میگم این فیلم ته اکشن منتظر باشی پشماتون بریزه حالی بود خوبه دستشون کنه دوستان اینم کامنت های این هفته بازم مرسی یه کامنت میذارین ما کامنت های توی یوتیوب و کست باکس رو همیشه چک میکنیم و اگه میخواین کامنتتون خونده بشه معمولا توی این سه روز اولی که برنامه میاد بیرون لطفا کامنت بذارین که خب به تایم ضبط برنامه بعدی ما بخوره دوستان بازم دمتون گرم امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین از طرف من خدا نگهدار خیلی ممنون که ما بودیم که هفته بعد دیدیم هم اگه فرصت کردید ببینید که هم بررسیش میکنیم خیلی ممنون خدا نگهدار